این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهدین خلق ایران، صدای ارتش آزادی بخش ملی ایران، صدای انقلاب نوین مردم ایران. داستان صدای مجاهد و تاریخچه آن، گوشه ای از مقاومت خونبار خلق در زنجیر ایران بر رشیدترین فرزندانش است. صدای مجاهد، صدای پایداری و تسلیم ناپذیری خلق قهرمان ایران و صدای رزم و مقاومت فرزندان مجاهد و پاکبازان هاست. صدای مجاهد فریاد نبرد سترگ زنان و مردان مجاهدی است که پرچم مقاومت انقلابی و مسلحانی سراسری ایران را به دوش می کشند. من جز و اول یکی بودم که برای راه اندازی صدای مجاهد قرار شد که به کردستان بریم. ما درست 20 تیر ماه به محل کارمون رسیم، ولی با قاطعیت و کار و فعالیت و شور و عشق و انگیزهی که مسعود عدل داشت، درست یک روز بعد که برای همه ما غیر منتظری بود، صدای مجاهد اولین برنامهش رو، برنامه آزمایشیش رو شروع کرد و مثل همه کارهای دیگه سازمان رعدی بود در آسمان بی ابر. روحی در دنیا وجود نداشت که به اندازه دار و دسته تبهکار خمینی در انتشاری کردن امکانات یک کشور به خود و به قشر محدود پیرامون خود تا این حد حریص باشد. ما دومین کیپی بودیم که از تهران به سمت منطقه یعنی کردستان حرکت کردیم. در واقع ما اونجا فهمیدیم که این استودیوی صدای مجاهد که ما صداش رو قبلا تونسته بودیم در تهران با شوق و ذوق خیلی زیاد و از بین پارازیت بشنویم، اینجاست و از اینجا صدای مجاهد برنامه هاش تهیه میشه. رفسنجانی وقیح و جنایت پیشه از این رویه انحصار طلبانه به عنوان سیاست آموزشی کشور نام میبرد و میگوید بر این اساس ما کسانی را به دانشگاه ها راه خواهیم داد که برای این نظام مفید باشند. من زهره کامکار هستم. در سال 61، دی ماه 61 بود که به منطقه کردستان اومدم و کارم رو در رادیو صدای مجاهد شروع کردم. با سلام و درودهای انقلابی و توحیدی، برنامه نگاهی به اخبار و رویدادهای روز را با خلاصه اخبار آغاز می‌کنیم. با ابتکاری که برادر مجاهد ابراهیم زاکری برای این کار ارائه دادن و برادر مجاهد علی نفیسی هم اون را اجرا کردن، ما تونستیم دستگاه‌های فرستنده و جنراتور رو به قطعات کوچکتری تقسیم بکنیم که بتونیم توسط قاطر یا توسط تعدادی نفر اون رو حمل و نقل بکنیم. نگذشته بود که فرستنده دوم رو با البته همون حدود واتی حدود مثلا 100 وات راه اندازی کردیم، روی مثلا فرکانس متراژ 38 متر راه افتاد. برنامه عمومی رادیو صدای مجاهد همه روزه در ساعت 4:30 و 21 و برنامه آموزشی صدای مجاهد در ساعت 6:30 بامداد و 19:30 بر روی موج کوتاه ردیف 69 متر برابر با فرکانس 4.2 مگاهرتز و همچنین امواج کوتاه ردیف 45 متر برابر با فرکانس 6.6 مگاهرتز و 90 متر برابر با فرکانس 3.5 مگاهرتز پخش می‌گردد.
من توی اون پروژه مسئولیت فیلم برداری کردن از صحنه‌های حمله فرستنده رو به عهده داشتم. وقتی که اون صحنه رو به خاطرم میاد، دو نکته همواره تو ذهنم هست. یکی عزم و اراده مجاهد خلق بود، دوم عشق و حمایت توده‌های مردم و ستمدیده کرد. آمالیش کردن هر دوباره گاه خون مکمل دکل بنا و وامی را دنیانا آو دفن می نمی را دنی دبالیم و ارکانا آو ما دستم ده هزار سخماکی کارخانا من دانا بوی و بشان من او دو وطانا تا دنیا دبو بکم بفتی روانا آمالیش کردن هر دوباره گاه خون مکمل دکل بنا. از همون روزهای اولی که صدای مجاهد در تیر ماه سال 60 برنامه های خودش رو آغاز کرد، مسئول و فرمانده ما مسعود عدل بود به عنوان اولین مسئول صدای مجاهد. بی تردید اگر مسعود نبود، بسیاری از موانعی که در جلوی راهمون بود مشکل برامون ایجاد میکرد در پیش بردن کار و هدفی که داشتیم، ولی مسعود با برش انقلابی و قاطعیتی که داشت همه موانع رو کنار میگذاشت. صدای مجاهد همچون هر ارگان مجاهدین از آغاز تا انجام هر گامش را با خون طی کرده است، خون پاک مجاهدینی که تنها به خلق خیش و رساندن صدای آنها می اندیشیدند. از همین روست که این صدا به رغم همه تلاش های دشمن ماندگار شده است. هر زمان جهان باشد در تغییری جاوی در نبرد و خون پاله تا تجلیه به اینجا یادی بکنم از مجاهد شهید زهرا رضویان. زهرا یکی از گویندگان بسیار خوب رادیو صدای مجاهد بود که قبل از اومدن من به رادیو کارش رو در صدای مجاهد شروع کرده بود. بار آغاز میکنیم. خامنه ای خائن اعتراف نمود که صدای مقاومت خونین خلق و افشاگری های گسترده مجاهدین رژیم خمینی دجال را در سراسر جهان بی آبرو کرده است. مجاهد شهید یاسمن صمدی در عملیات کبیر فروغ جاویدان قهرمانان جنگید و به شهادت رسید. یاد و راهش گرامی باد.